یک شنبه بود. چنس توی باغ می پلکید. به آرامی شلنگ سبز را به سمت دیگری برد و به دقت به جریان آب چشم دوخت. در کمال آسودگی جریان آب را به تک تک گل و گیاه و شاخه های باغ رساند. گیاهان مثل آدم ها بودند. برای زندگی، رهایی از بیماری ها و مردن در آرامش، نیاز به مراقبت داشتند. ولی با آدم ها فرق هایی هم داشتند. هیچ گیاهی نمیتواند درباره خودش فکر کند یا خودش را بشناسد. نمیتواند چهرش را در آینه ببیند. هیچ گیاهی نمیتواند هدفمندانه کاری انجام دهد یا جلوی رشد خودش را بگیرد. رشدش معنایی ندارد چون نمیتواند استدلال یا رویا پردازی کند. باغ امن و آرامی بود و دیوار بلند آجر قرمز پوشیده از عشق آن را از خیابان جدا میکرد. حتی صدای عبور ماشین ها هم آرامش را برهم نمی زد. چنس به خیابان محل نمی گذاشت. انگار هیچ وقت پایش را از خانه و باغش بیرون نگذاشته بود. درباره زندگی آن سوی دیوار کنجکاوی نداشت. قسمت جلوی خانه که پیرمرد در آن زندگی می کرد، بخشی از دیوار خیابان به حساب می آمد. نمی دانست کسی آنجا زندگی می کند یا نه. پشت طبقه همکف مقابل باغ پیشخدمت زندگی می کرد. اتاق چنس و حمامش در یک طرف هال بود و راهرویی داشت که به باغ منتهی می‌شد. مهمترین حسن باغ این بود که چنس روی باریک راه‌ها یا بین بوته‌ها و درخت‌ها که می‌ایستاد می‌توانست گم شود. هیچ وقت نمی‌فهمید دارد جلو می‌رود یا عقب. نمی‌دانست باید عقب برود یا جلو. مهم حرکتش بود، مثل گیاه در حال رشد. هر از گاه شیر آب را می‌بست. روی چمنها می نشست و غرق افکارش می شد. باد، بینگرانی از مسیر به تناوب لای بوته ها و درخت ها تاب می خورد. گرد و غبار شهر آرام گرفت و چهره های گل ها را کدر کرد. گل ها بی صبرانه منتظر بودند که باران بشویدشان و نور آفتاب خشکشان کند. با وجود تمام زندگی که در آن جریان داشت، باغ حتی در اوج شکوفاییش گورستان خودش بود. زیر هر درخت و بوته‌ای کنده‌های پوسیده و ریشه‌های متلاشی شده به چشم می‌خورد. سخت می‌شد فهمید کدام مهم‌تر است. ظاهر باغ یا گورستانی که از آن سر برآورده بود و پیوسته به آن تبدیل می‌شد. مثل پرچین روی دیوار که بی‌توجه به سایر گیاهان حسابی رشد کرده بود. به قدری سریع که جلوی رشد گل‌های کوچکتر را گرفته و به قلمرو و بوته‌های ضعیف‌تر هم دست انداخته بود. چانس رفت تو و تلویزیون را روشن کرد. تلویزیون نور خودش را دارد، رنگ خودش را و زمان خودش را. از قانون جاذبه که باعث پایین افتادن سر گیاهان می شود پیروی نمی کرد. همه چیز در تلویزیون در هم و بر هم آمیخته و با این حال صاف و یک دست بود. شب و روز، بزرگ و کوچک، سخت و شکننده، نرم و زبر، گرم و سرد، دور و نزدیک. در این دنیای رنگی تلویزیونی، باغبانی کردن حکم عصای سفید آدم نابینا را دارد. چنس با عوض کردن کانال تلویزیون خودش را عوض می‌کرد. مثل گیاهان باغ می‌توانست مراحل مختلفی را بگذراند. به همان سرعتی که کانال‌ها را عوض می‌کرد، می‌توانست عوض شود. بعضی وقت‌ها بیدرنگ روی صفحه تلویزیون ظاهر می‌شد. درست همانطور که آدم‌ها روی صفحه دیده می‌شدند. با تغییر کانال می‌توانست دیگران را ببیند. برای همین به این باور رسید که او یعنی چنس است که خود را به بودن وامی دارد، نه کس دیگر. تصویر صفحه تلویزیون شبیه تصویر خودش در آینه بود، هرچند خواندن و نوشتن نمی دانست. شباهتش به مرد توی تلویزیون بیشتر از تفاوتش بود. مثلا صداهایشان به هم شباهت داشت. غرق تصویر تلویزیون شد. دنیای بیرون باغ مثل نور آفتاب، هوای تازه و باران نرم به درونش راه پیدا کرد و چنس مثل تصویر تلویزیون در این دنیا غوطه‌ور شد. نیرویی که آن را ندید و نتوانست نامی بر آن بگذارد شناورش کرد. ناگهان صدای جیرجیر پنجره بالای سرش را شنید و صدای پیشخدمت چاق که او را صدا زد. با اکراه بلند شد. تلویزیون را به دقت خاموش کرد و بیرون رفت. پیشخدمت چاق از پنجره طبقه بالا خم شده بود و بال بال می زد. چنس از او خوشش نمی آمد. کمی بعد از اینکه لوئیز سیاه پوست بیمار شد و به جامائیکا برگشت، سر و کله این پیدا شد.
یک زن خارجی چاق که به لهجه عجیبی حرف میزد. اعتراف کرده بود که از صحبت‌های تلویزیون توی اتاقش چیزی نمی‌فهمد. چانس صرفاً وقت‌هایی که او برایش غذا می‌آورد و تونتون می‌گفت که پیرمرد چه خورده و چه گفته و به حرف‌هایش گوش می‌داد. حالا هم از او می‌خواست که به سرعت خودش را به طبقه بالا برساند. چانس به راه افتاد و سه طبقه را بالا رفت. از آن باری که لوئیز سیاه ساعت‌ها توی آسانسور گیر کرده بود، دیگر به آسانسور اعتماد نداشت. از داخل راهروی دراز به جلوی خانه رسید. آخرین باری که این قسمت خانه را دیده بود، درخت‌های بلند و پربرگش کوچک و بی‌مقدار بودند. آن وقت‌ها تلویزیونی در کار نبود. چانس اتفاقی تصویر خودش را در آینه بزرگ هال دید. تصویر پسر بچه‌ای و بعد تصویر پیرمرد که روی صندلی بزرگی نشسته بود و موی جوگندمی و دست‌های چروک و لرزانی داشت. به سختی نفس میکشید و بین کلماتش مکس میکرد. چانس از کنار اتاقها رد شد. ظاهراً خالی بودند. پرده های سنگین اجازه ورود نور را نمیداد. به کندی به مبل های گنده پیچیده داخل ملافه نخی و آینه پوشیده شده نگاهی انداخت. اولین کلماتی که از پیرمرد شنیده بود مثل ریشه های قوی آرام آرام ذهنش را فرا گرفت. چانس یتیم بود و پیرمرد او را از بچگی در خانهش پناه داد. مادر چانس موقع به دنیا آوردنش از دنیا رفت. هیچ کس حتی پیرمرد هم به او نگفت پدرش که بود. با اینکه بعضی ها توانستن خواندن و نوشتن بیاموزن، اما چانس هیچ وقت نتوانست این توانایی ها را به دست آورد. همینطور بیشتر حرف های دیگران یا چیزهایی که به او میگفتن را نمیفهمید. کارش حضور توی باغ و مراقبت از گیاهان و چمنها و درختهایی بود که در آرامش رشد می‌کردند. انگار یکی از آنها شده بود. زیر نور خوشی، آرام و مهربان و زیر باران بی‌حال می‌شد. چون به دنیا آمدنش اتفاقی بود، اسمش را چانس گذاشته بودند. خانواده‌ای نداشت. مادرش بسیار زیبا بود، اما به لحاظ ذهنی مثل خود چانس مشکل داشت. بخش نرمینه مغزش که تفکر در آن شکل می‌گیرد، به طور کل از بین رفته بود. برای همین دنبال جایی که آدم‌های بیرون خانه یا باغ می‌گفتند نمی‌گشت. باید زندگیش را به چهار دیواری خودش و آن باغ محدود می‌کرد. نباید وارد قسمت‌های دیگر خانه می‌شد یا پایش را از خانه بیرون می‌گذاشت. این لوئیز بود که همیشه غذایش را به اتاقش می‌آورد. تنها کسی که به دیدن چانس می‌آمد و با او حرف می‌زد لوئیز بود. کس دیگری اجازه ورود به اتاق چانس را نداشت جز خود پیرمرد که گاه می آمد و توی باغ می نشست. باید کاری را که به او گفته بودند انجام می داد وگرنه سر از تیمارستان در می آورد. پیرمرد می گفت آنجا او را داخل سلولی می اندازند و دیگر کسی سراغش نمی آید. چانس طبق دستور عمل می کرد. لوئیز سیاه هم همینطور. دسته سنگین در را گرفت، صدای جیغ پیشخدمت را شنید. داخل که رفت اتاقی دید با ارتفاعی دو برابر اتاقهای دیگر. دیوارهای اتاق را پر از کتاب پوشانده بود. پوشه های چرمی روی میز پهن بزرگی پخش و پلا بود. پیشخدمت با صدای بلند با تلفن حرف میزد. برگشت. او را که دید به تخت اشاره کرد. چانس نزدیک رفت. پیرمرد روی بالش های سفت ولو شده بود، طوری که انگار به زمزمه جریان آب داخل نهر گوش میداد. ظاهراً سم خورد. شانه هایش کاملا پایین افتاده بود و سرش مثل میوه سنگینی روی شاخه کوچک به یک سمت آویزان بود. چانس به صورت پیرمرد زل زد. رنگ به چهره نداشت. فک بالا لب پایینش را پوشانده و یک چشمش باز مانده بود. مثل چشم پرنده مرده‌ای که گاه توی باغ روی زمین می افتاد. پیش خدمت گوشی را پایین گذاشت و گفت به دکتر تلفن کرده و به زودی سر می رسد. چانس یک بار دیگر به پیرمرد خیره شد. زیر لب با او خداحافظی کرد و بیرون رفت. به اتاقش برگشت و تلویزیون را روشن کرد. همان روز کمی دیرتر موقع تماشای تلویزیون صدای تقلایی را از طبقه بالای خانه شنید. از اتاق بیرون رفت و پشت مجسمه بزرگ داخل هال قایم شد. چند نفر جسد پیرمرد را بیرون بردند. با مرگ او کسی باید در مورد سرنوشت خانه، پیش خدمت جدید و خود چانس تصمیم می گرفت. در تلویزیون بعد از مردن آدم ها همه چیز تغییر می کرد. تغییراتی که بستگان، ماموران بانک
وکلا و تاجرها باعثش بودند. روز تمام شد و کسی نیامد. چانس شام مختصری خورد. تلویزیون تماشا کرد و خوابید. مثل همیشه صبح زود از خواب بیدار شد. صبحانه ای را که پیش خدمت پشت در گذاشته بود خورد و به باغ رفت. خاک زیر گیاهان را بررسی کرد، به گلها سر زد، برگ‌های پژمرده را چید و بوته‌ها را هرس کرد. همه چیز مرتب بود. تمام شب باران باریده و کلی غنچه تازه باز شده بود. نشست و زیر نور آفتاب چرتی زد. تا به آدم‌ها نگاه نکنی، وجود ندارند. نگاهت را که به سمتشان بچرخانی پیدایشان می‌شود. درست مثل تلویزیون و آنقدر در ذهن می‌مانند تا تصاویر جدیدی آنها را از بین ببرند. در مورد خود او هم همینطور. دیگران با نگاه کردنشان او را مشخص، متمایز و معلوم می‌کردند و از حالت محو و نامشخص در می‌آوردند. شاید چون همیشه او بود که دیگران را در تلویزیون می‌دید، اما آنها او را نمی‌دیدند. مدت‌های مدید گم شده. خوشحال بود که حالا بعد از مردن پیرمرد، آنهایی که او را ندیده بودند قرار بود ببیندش. زنگ تلفن را که از اتاقش شنید به سرعت رفت تو. صدای مردی بود که از او خواست به اتاق مطالعه بیاید. به سرعت لباس کارش را عوض کرد و بهترین کت و شلوارش را پوشید. خودش را حسابی مرتب کرد. موهایش را شانه زد. عینک آفتابی بزرگی را که موقع کار در باغ از آن استفاده می کرد به چشم زد و رفت بالا. در اتاق کوچک تاریک مملو از کتاب، مرد و زنی به او نگاه می کرد. هر دویشان پشت میز تحریر بزرگ نشسته بودند و کاغذهای جور و جوری جلویشان روی میز پخش بود. چانس وسط اتاق ایستاد. نمی دانست چه کار کند. مرد بلند شد. چند قدمی جلو آمد و دستش را پیش آورد. من تامس فرانکلین هستم. از دفتر وکالت هنکاک، آدامز و کالبی. ما وکلای دارایی هستیم و ایشان. به سمت زن چرخید. دستیار من دوشیزه هایز هستم. چانس با مرد دست داد و به زن نگاه کرد. زن لبخند زد. پیش خدمت به من گفت مردی اینجا زندگی می کند که توی باغ کار می کند. به سمت چانس برگشت. با این حال هیچ مدرکی دال بر وجود یک مرد نداریم. چه مرحوم او را استخدام کرده باشد، چه در طول 40 سال گذشته در خانهش اقامت داشته باشد، نداریم. می توانم از شما بپرسم چند روز است که اینجایید؟ چانس از اینکه اسمش در هیچ کدام از کاغذهای روی میز نیست تعجب کرد. به نظرش آمد که شاید خود باغ هم در اسناد نیامده باشد. مکسی کرد. تا جایی که یادم می آید همیشه در این خانه زندگی کردم. خیلی بیشتر از اینکه لگن پیرمرد بشکند و بیشتر وقتش را توی تخت بگذراند. از وقتی که بچه بودم، قبل از اینکه این بوته ها بزرگ شوند و قبل از نصب آب پاش های خودکار توی باغ اینجا بودم. قبل از آمدن تلویزیون. فرانکلین پرسید: چی؟ شما اینجا زندگی کردید؟ از بچگی توی این خانه زندگی کردید؟ می توانم اسمتان را بپرسم؟ چانس معذب بود. می دانست که اسم آدم رابطه مهمی با زندگیش دارد. برای همین آدم های داخل تلویزیون همیشه دو اسم داشتند. یکی اسم خودشان که بیرون از تلویزیون و دیگری اسمی که موقع اجرای برنامه از آن استفاده می کردن. گفت: اسم من چانس است. وکیل پرسید: آقای چانس؟ چانس سر تکان داد. فرانکلین گفت: بگذارید به مدارک نگاهی بیاندازم. یک دسته از کاغذهای تلمبار شده جلویش را برداشت. این فهرست کامل نام تمام کسانی است که در طول این سالها مرحوم آنها را استخدام کرده است. هرچند باید وصیت‌نامه‌ای هم داشته باشد، اما نتوانستیم آن را پیدا کنیم. در واقع مرحوم مدارک بسیار کمی از خودش باقی گذاشته است. نگاهی به مدرکی که در دست گرفته بود انداخت و تأکید کرد: ولی فهرست نام تمام کارمندانش اینجاست. چانس همینطور ایستاده بود. زن گفت: لطفاً بنشینید آقای چانس. چانس صندلی را نزدیک میز تحریر برد و نشست. فرانکلین سرش را روی دست تکیه داد و گفت: حسابی گیج شدم آقای چانس. و بی آنکه چشم از کاغذها بردارد ادامه داد: آخر اسمتان در هیچ کدام از این مدارک نیامده. هیچ کس به اسم چانس هیچ ربطی به مرحوم نداشته است. شما مطمئنید که در این خانه استخدام شده بودید؟ چانس
بسیار سنجیده جواب داد. من همیشه باغبان اینجا بودم. تمام عمر در باغ پشت خانه کار کردم. تا جایی که یادم می آید بچه بودم که کارم را شروع کردم. این درخت ها کوچک بودند و پرچینی هم نبود. الان باغ را ببینید. فرانکلین به سرعت حرفش را قطع کرد. ولی هیچ مدرکی دال بر وجود باغبانی که در این خانه کار و زندگی می کرده وجود ندارد. ما، یعنی من و خانم هایز از طرف شرکتمان مسئول رسیدگی به اموال و دارایی های مرحوم هستیم. سیاهه اموال او را در اختیار داریم. مطمئنم هیچ مدرکی مبنی بر استخدام شما وجود ندارد. به نظر می رسد که در طول 40 سال گذشته هیچ مردی در این خانه استخدام نشده. شما باغبان حرفه‌ای هستید؟ چانس گفت. من باغبانم. هیچ کس بهتر از من باغبانی بلد نیست. از بچگی تنها کسی بودم که اینجا کار کرده. البته قبل از من مرد سیاه پوست قد بلندی بود که آنقدر من تا یادم بدهد چه کار کنم و چگونه کار کنم. از آن به بعد به تنهایی کارها را انجام دادم. بعضی از درختها را خودم کاشتم. بعد به سمت باغ چرخید و گفت و گلها را و مسیر بینشان را تمیز کردم و به گیاهان آب دادم. پیرمرد معمولا به باغ می آمد و می نشست. چیزی می خواند و استراحتی می کرد. اما بعد دیگر نیامد. فرانکلین از کنار پنجره برگشت پشت میز و گفت دلم می خواهد حرفتان را باور کنم آقای چانس، اما می دانید اگر حرفتان درست باشد که ادعا می کنید هست، پس حتما دلیل خاصی وجود دارد که حضور شما در این خانه و استخدامتان در هیچ کدام از مدارک موجود ثبت نشده است. وزیر لب به دستیارش گفت البته افراد کمی اینجا استخدام شدند. مرحوم در سن 72 سالگی از شرکت ما بازنشسته شد. بیش از 25 سال پیش. همان وقتی که شکستگی لگن زمینگیرش کرد. اما به رغم سن بالایش همیشه بر کارها مسلط بود و نام کسانی را که استخدام می‌کرد در شرکت ما ثبت می‌کرد. حقوقشان را پرداخت می‌کرد و حق بیمه‌شان را می‌پرداخت و اینها. بعد از رفتن دوشیزه لوئیز فقط مدرک استخدام یک مستخدم خارجی هست و بس. لوئیز پیر را می‌شناسم. او می‌تواند به شما بگوید که من اینجا کار و زندگی می‌کردم. از وقتی یادم می‌آید او اینجا بود. حتی از زمانی که بچه بودم. او هر روز غذایم را به اتاقم می‌آورد و گهگاه توی باغ کنارم می‌نشست. فرانکلین حرف چانس را قطع کرد و گفت لوئیز مرده. چانس گفت رفت جامائیکا. دوشیزه هایز گفت بله، اما مریض شد و تازگی ها هم فوت کرد. چانس زیر لب گفت نمیدانستم مرده. فرانکلین اصرار کرد که با این وصف هر کس که از طرف مرحوم استخدام شده دستمزد مناسبی هم دریافت کرده و شرکت ما مسئول تمام این امور است. این هم تمام مدارک مربوط به اموال. من هیچ کدام از کسانی را که در این خانه کار می‌کردند نمی‌شناختم. همیشه یا توی اتاق بودم یا توی باغ. دلم می‌خواهد حرفتان را باور کنم. با این حال هر چقدر درباره حضور شما در این خانه تحقیق کردم چیزی نیافتم. مستخدم جدید نمی‌داند چند وقت است که اینجایید. شرکت ما تمام اسناد مربوطه، چک‌ها و حق بیمه‌های 40 سال اخیر را در اختیار دارد. لبخندی زد و گفت زمانی که مرحوم سهامدار شرکت بود بعضی از ما یا هنوز به دنیا نیامده بودیم یا خیلی خیلی جوان بودیم. خانم هایز خندید. چانس دلیل خندهش را نفهمید. فرانکلین مدارک را زیر و رو کرد و گفت در طول استخدام و حضورتان در این خانه پیش آمده که کاغذی را امضا کرده باشید؟ نه آقا. پس حقوقتان را چطور پرداخت می‌کردند؟ من هیچ وقت پولی نگرفتم. به من غذا می‌دادند. غذای خیلی خوب و هر قدر که میخواستم میخوردم. اتاق و حمام داشتم و پنجره اتاقم رو به باغ بود و در جدیدی که از اتاقم به باغ میرفت. به من یک رادیو و بعدها تلویزیون داده بودن. یک تلویزیون رنگی بزرگ با کنترل از راه دور. حتی زنگی داشت که صبحها با صدای آن از خواب بیدار میشدم. فرانکلین گفت با این نوع زندگی آشنا هستم. به من اجازه دادن به اتاق زیر شیروانی بروم و هر کدام از لباس‌های پیرمرد را که دوست دارم بردارم. همه ایشان کاملاً اندازه‌ام هستند. ببینید؟ و به لباسش اشاره کرد. می‌توانم کت‌ها و کفش‌هایش را بردارم. حتی آنها که کمی تنگ هستند. پیراهن‌هایش هر چند یقه‌هایشان کمی کوچک است و کراوات‌هایش. فرانکلین گفت: متوجهم. خانم هایز ناگهان گفت: چه جالب که لباس‌هایتان اینقدر مد روز است. چانس به او لبخند زد. زن اضافه کرد
عجیب است که دوباره لباسهای دهه 20 برای مردها مد شده. فرانکلین که سعی میکرد بی تفاوت باشد گفت: منظورتان این است که لباسهای من از مد افتاده؟ و رو به چانس گفت: پس شما برای کارتان هیچ قراردادی نبستید. فکر نمی کنم. فرانکلین دوباره پرسید: مرحوم برای پرداخت حقوق یا مبلغی قولی نداد؟ نه، نه، هیچ قولی به من نداد. او را خیلی کم می دیدم. از وقتی بوته های سمت چپ را کاشتم دیگر خیلی کمتر به باغ سر می زد. الان قدشان به شانه‌ام رسیده. راستش آنها را وقتی کاشتم که تلویزیونی در کار نبود، فقط رادیو بود. یادم می آید موقع کار توی باغ رادیو گوش می دادم و لوئیز می آمد طبقه پایین و از من می خواست صدایش را کم کنم که مزاحم خواب پیرمرد نشود. همان موقع هم خیلی پیر و مریض بود. فرانکلین از روی صندلی جستی زد و گفت: آقای چانس، فکر می کنم اگر بتوانید اوراق شناسایی که هویتتان را مشخص کند برایمان بیاورید، ماجرا خیلی ساده می شود و فرصت جدیدی به دست می آید. چیزهایی مثل دست چک، گواهینامه یا دفترچه بیمه درمانی. چانس گفت: من از این چیزها ندارم. هر کارتی که اسم و نشانی و سنتان رویش نوشته شده باشد. چانس ساکت بود. هایز مهربانانه پرسید: شناسنامه؟ من هیچ مدرکی ندارم. فرانکلین قاطعانه گفت: باید مدرکی پیدا کنیم که ثابت کند شما اینجا سکونت دارید. چانس گفت: خب خودم که هستم، من اینجام، چه مدرک دیگری میخواهید؟ فرانکلین گفت: تا به حال مریض نشدید که مجبور باشید به بیمارستان یا دکتر مراجعه کنید؟ خواهش میکنم درک کنید، ما دنبال مدرکی هستیم که نشان بدهد شما اینجا کار و زندگی داشتید. چانس گفت: هیچ وقت مریض نشدم، هیچ وقت. فرانکلین متوجه نگاه تحسین برانگیز هایز به باغبان شد و گفت: متوجهم. دندان پزشکتان کیست؟ من هیچ وقت پیش دندان پزشک و دکتر نرفتم، هیچ وقت پایم را از خانه بیرون نگذاشتم و هیچ کس هم اجازه نداشت به دیدنم بیاید. لوئیز گاهی اوقات بیرون می رفت، اما من نه. فرانکلین که جانش به لب رسیده بود گفت: روک بگویم، هیچ مدرکی مبنی بر حضور شما در این خانه، پرداخت دستمزد یا حق بیمه وجود ندارد. بعد از مکسی ادامه داد: تا به حال مالیات پرداخت کردید؟ چانس گفت: نه. سربازی رفته اید؟ نه، ارتش را توی تلویزیون دیدم. نسبتی با مرحوم دارید؟ نه، ندارم. فرانکلین با قاطعیت گفت: به فرض این که حرفایتان صحت داشته باشد، آیا نسبت به دارایی‌های مرحوم ادعایی دارید؟ چانس منظورش را نفهمید. محتاطانه جواب داد: من کاملا خوبم آقا، خوبم. باغ خوبی است. آپاش‌ها خیلی کهنه نیستن. هایز صاف نشست، سرش را بالا گرفت و وسط صحبت‌های چانس پرید و گفت: برنامه‌تان چیست؟ می‌خواهید برای کس دیگری کار کنید؟ چانس عینک آفتابیش را روی صورتش تنظیم کرد. نمیدانست چه بگوید. چرا باید از آنجا میرفت؟ زیر لب گفت: دلم میخواهد همینجا بمانم و توی باغ کار کنم. فرانکلین کاغذهای روی میز را زیر و رو کرد و صفحه‌ای را که نکات ریزی روی آن نوشته شده بود بیرون کشید و گفت: تشریفات خاصی ندارد. لطفاً این را بخوانید و اگر موافقی جایی را که گفته شده امضا کنید. چانس کاغذ را دو دستی گرفت و با آن زل زد. سعی کرد زمان لازم برای خواندن این یک صفحه را در ذهن محاسبه کند. توی تلویزیون زمان خواندن اوراق قانونی متفاوت است. چانس میدانست نباید فاش کند که نمیتواند بخواند و بنویسد. چون توی برنامه‌های تلویزیون اغلب کسانی را که نمیتوانند بخوانند و بنویسند مسخره میکنند و به آنها میخندند. سعی کرد حالت متمرکز به خود بگیرد. پیشانیش را چین انداخت، سرفه‌ای کرد، چانه را با انگشت شست سبابه گرفت و کاغذ را که به وکیل برمیگردان گفت: نمیتوانم امضایش کنم، نمیتوانم. فرانکلین گفت: متوجهم، پس یعنی از ادعایتان نمیگذرید. چانس گفت: نمیتوانم امضا کنم، همین. فرانکلین گفت: هر طور میلتان است. مدارکش را جمع کرد و گفت: راستی، این خانه فردا ظهر بسته می شود. تمام درها و دروازه باغ قفل می شود. با این اوصاف اگر اینجا ساکن هستید باید بروید.
و تمام وسایلتان را هم ببرید. دستش را توی جیبش کرد، کارت ویزیت کوچکی درآورد و گفت: اسم و نشانی من و شماره تلفن شرکت روی این کارت است. چانس کارت را برداشت و داخل جیب روی سینه‌اش سراند. می‌دانست که باید اتاق مطالعه را ترک کند و به اتاق خودش برود. بعد از ظهرها تلویزیون برنامه‌ای داشت که همیشه تماشایش می‌کرد و دلش نمی‌خواست آن را از دست بدهد. بلند شد، خداحافظی کرد و رفت. به پلکان که رسید، کارت را دور انداخت.